این خواهر گرامی فرمودن که من را زمانی که 13 سال بیشتر نداشتم به زور به مردی دادند که اصلا دوستش نداشتم. بله. چند سالی هست که با ایشان زندگی میکنم، اما متاسفانه هر شب و روزش برایم جهنم است. تکلیف بنده چی میباشه؟ خدمت این خواهر بزرگوار و همه بینندگان عزیز عرض میکنیم که نکاح شرعی و عقد شرعی یک سلسله شرایطی دارند که میگیم شرایط صحت عقد. از جمله شرایط صحت عقد رضایت طرفین است، یعنی داماد و عروس هر دو باید راضی باشند و با رضایت یا عقد خودشون جاری کنه یا به وکیل وکالت بده، به روحانی که اونجا هست وکالت بده تا عقد را و نکاح را بخونه، عقد نکاح را. اما اگر داماد راضی نباشه مثلا، میشه بگم یه عقد صحیحه؟ قطعا باطله. اگر عروس راضی نباشه قطعا عقد باطله. بله. عقد باطله و ارتباطی هم که بعدن دارن ارتباط نامشروعیه. اینو باید حواس همه بینندگان عزیز جمع باشه. اگر دختر خانوم اینها که هنوز 12-13 سالش بوده راضی با او عقد نبوده قلبن و اجبارش کرده و هنوزم رضایت ندارد و رضایت نداده، عقدی در حقیقت خوانده نشده. عقد یعنی قراردادی که بین این دو طرف انجام میشه مبنی بر این که زندگی مشترک رو با رضایت شروع کنه. عقدی نیست، عقد باطله. فرزندی هم اگر به وجود آمده به فتوای حضرت آیت الله عظمه سیستانی حفظه الله حداقلش ولد شبهه، ولد الزنا حساب نمیشه، یعنی یک فرزند حلال زاده درست درمانی هم نیست. اما اگر که این خواهر بزرگوار ناراضی بوده ولی وقتی که عقد نکاح خوانده شده گفته که باید بره دیگه سر خانه زندگیت، اونجا دیگه گرچه که کراهت داشته و دوست نداشته همونجوری که عنوان کرده، ولی به عقد راضی شده، به عقد راضی شده، راضی شده که زن این آقا باشه، این عقدش صحیحه، ارتباط هم که دارن مشروعا حلاله. و من خدمت این بزرگوار باید عرض کنم که از ما خواستن من چی کار بکنم. ببینید شما اگر بچه داری، اگر سنی ازت گذشته که ما نمیدونیم چند مدته، بله اونها نکردن که چند سنشون، آره دیگه بساز پای زندگی که در این زندگی افتادی، رضایت بدی به همون چیزی که خدا در قسمت شما مقدر کرده، به فکر این که این زندگی رو به هم بزنی باز بری یک زندگی دیگر شروع بکنی نباش. ای بسا در قرآن کریم هست و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، اتفاقا در مورد همین زن و مرد هست، و عاشروهن بالمعروف در مورد زن و مرد، روابط بین همسر و شوهر. بله. میگه شما شاید از این خوشت نیاد ولی شاید خیرت در همی باشه، شاید به واسطه همین شوهری که تحمل میکنی، شاید از اخلاقش خوشت نمیاد یا از هر به هر دلیلی، خداوند شما رو اهل بهشت قرار میده، میارزه تحملش. خب از اولی که شما میگه ما دوست نداشتیم، باید ملاک های دوست داشتن و دوست نداشتن اینا رو باید خانواده شما برای شما تشریح میکرد. شاید شما یک آدمی رو میخوای که در شأن زندگی اجتماعی پدر و مادرت و خودت نباشه، یعنی مصلحت ها رو خیلی وقت پدر و مادر از این دختر نوجوان بهتر تشخیص میده. اینو مطمئن باشین که ممکنه شما در تشخیص اشتباه کرده باشی، در نتیجه باید حرف پدر و مادر و بزرگترها رو گوش بکنی، سر زندگیت بمان. اگر خداوند فرزندان به شما عنایت کرده، اونا انشالله سبب سرفرازی شما خواهد شد. برعکس این که اگر شما این زندگی رو به هم بزنی، اگر فرزندانی از این زندگی داشته باشی میشن بچه های طلاق، فرزندان طلاق، و تمام روانشناسان و جامعه شناسان میگن که فرزند طلاق به جایی نمیرسه. حتی اگر یک کس پدر و مادرش هر دو فوت شود، تحت تکفل پدر بزرگ و مادر بزرگ باشد، بهتر از اینه که فرزند طلاق باشه. بله. اینا را همه را باید ملاحظه بکنید، فکر بکنید، بعد تصمیم بگیرید.